های 11 وزیر پس از 4 ماه جنجال، استیضاحی که مجلس را به استهزا کشاند. هشدار رهبر کوبا در مورد جنگ کوریا. سلام، وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس یوش خوش آمدید. سرانجام بحث استیضاح 11 وزیر کابینه که 4 ماه پیش در مجلس آغاز شده بود با ابقای 11 وزیر پایان یافت. مجلس نمایندگان در ماه قوس سال 1391 تصمیم گرفت 11 وزیر کابینه افغانستان را به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه های توسعه‌ای استیضاح کند. اما جنجال بر سر این استیضاح 4 ماه طول کشید و به سال 1392 کشانده شد. در رأی گیری امروز وزرای معادن و اطلاعات و فرهنگ برخلاف هفته گذشته صندوق ها رأی تایید دریافت کردند، در حالی که هفته گذشته جنجال بر سر رأی قناعت و عدم قناعت برای وزرای اقتصاد و انرژی و آب در مجلس بالا گرفت، ولی هیئت اداری رأی گیری روز چهارشنبه را به نفع این دو وزیر اعلام کرد. و اما بحث جنجالی 4 وزیری که در سال 1390 در سمت هایشان نبودند، بدون اینکه حتی این وزرا به صحن مجلس اجازه حضور بیابند، به سادگی پایان یافت. به قول برخی از نمایندگان، بحث فساد در مجلس کار استیضاح را به استهزای مجلس کشاند. با 4 کارت مخالف تصویب شد که اینا را استیضاح نمیخواه بیشتر از 2 سال. یک سوال نزد مردم افغانستان پیدا میشه که چرا دیروز اونا مثلا رایشان کمتر و امروز رای بیشتر را گرفتن، نظریات چرا تغییر گرفت؟ هموطنان عزیز ما اینا شاهد هستند که در سراسر افغانستان فساد گسترده واقع است، اما امروز پارلمان افغانستان که خانه ملت افغانستان است و توقع و امید مردم افغانستان به می خانه است، این خانه هم از فساد مستثنا بوده نمیتونه. مش مخکی نیوکی وازی پر اجرایه کو او پر قضایه کو باندې درلودلی، چې اجرایه کو او قضایه کو په فساد کې غرق ده. نن مو کدی نه کوی، بل خصوص ولسی جرګه د افغانستان ولس او خلکو ته دا ورشکارا کله چې دغه ولسی جرګه یوازې نه سي په تنظیمي او اسبي اړیکو کې غرق ده، بلکې د فساد یو پراخه مرجع ثابت سوله. ظاهرا بازنده اصلی بحث استیضاح نمایندگان مجلس هستند که پس از 4 ماه جنجال هم به وجهه مجلس صدمه زده و هم ناتوانی مجلس را در بحث نظارت آشکارا نمودند. چرا مجلس نمایندگان در بحث استیضاح بازنده شد؟ میرویس یاسینی معاون اول مجلس نمایندگان اینجا برای بحث بیشتر با ما هستند. آقای یاسینی خیلی خوش آمدید. تشکر. نتیجه گیری شما از این 4 ماه جنجال و این سرانجام چه هست؟ ببینید، خدمت شما عرض شد که این موضوع را ما با میراث بردیم. یعنی معنای از این است که قبل از اینکه من عضو هیئت اداری مجلس شوم یا ولسی جرگه شوم، این در مجلس سابقه آمده بود. یک تعداد و یک سری خامی ها را داشت همین استیضاح از بدء و از شروع خود، و این بود که استیضاح در 7 سال گذشته پارلمان، تاریخ پارلمان، به قطعی بودجه صورت نگرفته بود. یک کاری بود که یک پیشینه و پرسیدنت این نداشت، یک نقطه. نقطه دوم، از دقت کار گرفته نشده بود، چرا که وزیرایی که به نظر خود ما اینجا که صحبت میکنم خدمت جناب علی هستم، از دو جهت، یکی که نایب پارلمان هستم و دوم که من حیث یک وکیل، نظر ما که به حیث نایب پارلمان است از یک دیدگاه است، به حیث یک وکیل که نماینده مردم هستم، نماینده شما هستم، این جهت دومی است. از جهت نایب پارلمان بگیم که با هر چی که واقع شد یک فایده هم داره، هر پدیده در ضمن خود و در بطن خود و در محتوای خود هم خوبی ها داره و هم بدی ها، یعنی مرز و دی مرز. یک خوبی که داشت که تا الحال هیچ وزیر با حساب قطعیه به مجلس اگر خواندم شده به حد وضاحت و استیضاح و استجواب نرسیده. یک کاری بود که در آینده وزیرها عبرت میگیره و محتاط میباشه، یک نقطه. نقطه دوم، خدمت شما عرض کردم که 4 وزیری که امروز بر مجلس فراخوانده شد و پس اجازه دخول توسط وکیل صحبا برشان داده نشد، علت از این بوده که حالت اصلی براءت ذمه است، چون در او وقت وزیر نبوده. یک خامی بود که، و دوم حسابداری که آمده بود
دقت صحیح گرفته نشده بود و این استیضاح مدت 4 ماه در بر گرفت که در مابین 1.5 ماه رخصتی آمد. بازم میگیم که ما من حیث یک وکیل، من حیث یک افغان، من حیث یک فرد به می رویش راضی نیستم، لیکن اگر فایدام داره یا نقیص داره. میپذیرین که مجلس بازنده اصلی این 4 ماه کشمکش و جنجال بود در بحث استیضاح؟ اگر نپذیرم دیگه فرار از هم ندارم. بدون پذیرش حتی به عنوان نائب مجلس، به عنوان یک وکیل، ما ایده میپذیریم که بازنده در این مجلس و اولسی جرگه بود. آلی چی چیز مجلس نمایندگان را اینقدر ناتوان میسازه که بازنده بحثی را که خودش آغاز میکنه خود مجلس باشه و نماینده ها؟ ببینیم پارلمان یک کلاس نیست و نه یک صنف درسی که اونجا چند تا از شاگرداش اشته باشه، بلکه ظاهراً بی نظمی هایی که معلوم میشه از اون کلاس های درسی هم بیشتر میباشه گاهی در مجلس. ببینید ما باید موافق باشم با شما، باز نظر داشته که اگر پارلمان های جهان ببینین در هر پارلمان این چیزا و یکی هست که دموکراسی در اصلیت خود این شیوه ها و این چیزها و این خصایص را داراست. کشور ما تمام پهلوانا یک کلاس درسی نیست که فقط منظم ساعت 8 استاد بیاید و ساعت 9 بند کنه بره. و کلاس آرا داره، نقاط نظر خود داره، نمایندگی از مردم خود میکنه و صلاحیت برش قانون اساسی داره. این بیز نظمی ها که در مابین می آید شاید اگر به وجه مثبت تلقی شوه و کار گرفته شوه شاید یک کار خوبتر باشه برای پختگی دموکراسی. حالا شما پیشتر به ناتوانی مجلس اذعان کردین که مجلس بازنده بوده در این بحث. سوال من اینجا بود که چی چیز بازنده می سازه مجلس را؟ بگیم که آوردن آجنده های ناپخته توسط کی؟ توسط وکیل صاحبا. ما یک کس های دیگری که ولی بیشتر هیئت اداری مسئول شناخته میشن و شما میشنوین که هر روز با آدرس هیئت اداری گفته میشه که مشکل اصلی در هیئت اداری مجلس است. خدمت جناب عالی عرض شد که آجنده را ما هیچ وقت هیئت اداری آقای سید اکرام به عنوان منشی مجلس، آقای عرفان الله عرفان به عنوان معاون یا نائب منشی و آقای دکتر سید سلجوقی به عنوان نائب دوم مجلس و بنده به عنوان نائب اول در گذشته نبودیم. دو نیم هفته یا 3 هفته میشه که ما این کرسی ها را اشغال کردیم و این یک چیزی بود که ما به میراث از او دور آوردیم. یعنی چی کار ما کرده میتونستیم که او مصاحبه مجلس یا مصاحبه جلسات را ملغا میپنداشتیم و و و و و دیگر چارجویی میداشتیم. ما یک کاری به عمل انجام شده متوسل گردیدیم و در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. حالا بسیاری از نماینده ها امروز شما هم شنیدین که استدلالشان این بود که بحث فساد کار را به اینجا کشاند که مجلس سالا خودش اتوریته و شی خود را از دست داد. عملا من هیچ ثبوتی ندارم که این را به اثبات برسانم که فساد موجود است. رد میکنین فساد را در مجلس؟ یک. و هیچ دلیل برای رد امی شایعه ها و امی گفتگوها بیام ندارم. پس در نتیجه چی میشه؟ که بی موجود داره که خدا نخواسته فساد وجود نداشته باشه. حالا زمانی که حالا دو وزیر را نمونه میزنم، آقای شهرانی و مخدوم رهین، بر روز چهارشنبه زمانی که آمدن 96 رأی قناعت گرفتن، اما امروز 133 رأی آقای شهرانی. همچنان آقای رهین 88 رأی قناعت گرفتن روز چهارشنبه، امروز 132 رأی. تغییر دیدگاه نمایندگان ظرف چند روز، خود شما نتیجه گیریتان چی است که چی چیز نماینده ها را این گونه تغییر میده؟ این من از یک افغان، یک فرد و یک وکیل برای ما هم میقدر ما متحیر استیم و نقطه تحیر است برای ما و بگویم که نقطه است که ما فکرمند استم و واقعی که مثل تمام ملت امی گپا میگم. ما هم یکی از اعضای ملت استم، برای ما هم این نقطه قابل تحیر است و ما جدا ایره فکر بالاش میکنم شخصا و برای ما اذیت کننده است که چرا یک وزیر در یک روز 104 رای میگیره، 103 رای، 105 رای میگیره و بعدا این معکوس میشه 31 رای تفاوت. این نقطه وجود داره و این شکوکه و این ادعاهایی که بالای پارلمان است و بعضی از اعضای پارلمان که این را اقرار میکنه این را جدیتر و قویتر میسازه. حالا رای بیرون رفت از این چی است؟ همیشه این بحث وجود داشته، بحث معامله ها در مجلس. فکر میکنین به عنوان معاون اول مجلس که رای بیرون رفت چی است؟
چگونه میشه خاتمه داد به این خدمت مشکل؟ جناب علی بگین کسی که در فساد دست داره اونا شما باید آشکار بکنین در مجلس که کی است. وکیل زبا در مجموع، هیئت اداری در خصوص، باید یک لایحه اخلاقی و ضوابط اخلاقی در داخل مجلس باید برشان جور شود و او باید تطبیق شود. یک نقطه. نقطه دوم که ولی قانون که صریح است، حالا در مورد فساد این مسائل که قوانین وجود داره، قانون اساسی در این موارد صراحت خودش را داره. زمانی که اونا کسی در نظر نمیگیره، اگر قانون دیگه هم تصویب شود باز هم ببینید یک نوع آزادی وکیل صاحب داره طبق قانون اساسی. این آزادی چه قسم کنترل شوه و چه قسم تنظیم شوه، این کار وکیل صاحب است. و در خصوص هیئت اداری باید برای این لوایح بسازه، برای این ضوابط بسازه، لیکن هیئت اداری به تنهایی چیزی کرده نمیتونه، باید تایید مجلس داشته باشه. یک نقطه. نقطه دوم که خدمت شما بگیم که ما نه بنچ ها و نه کرسی های حکومتی داریم و نه کرسی های اپوزیسیون داریم و نه یک حکومت داریم که حکومت قابل پرسش و یک مسئولیت خود بگیره و نه همچنان اپوزیسیون متحد دارین یک اپوزیسیون پراگنده و اپوزیسیون لفظی مثل که حکومت ما تقریبا در بسیاری موارد فقط به الفاظ و به عناوین اکتفا میکنه و با مردم هم میپنداره که یعنی حکومت از بنا میکنه اپوزیسیون هم میچه. تا وقتی که کرسی های اپوزیسیون و کرسی های حکومتی در پارلمان باشه و به این قسم دموکراسی که ما داریم، این جنجالا متاسفانه در آینده ها هم خواهد بود. ولی بس فساد که جدا میتونه از اینها مطرح باشه در هر نماینده مجلس و جلوگیری از این هم که کار نخست مجلس. حالا اگر مجلس خودش آلوده باشه دیگه هیچ انتظار باقی نمیمونه از چنین مجلسی. خدمت جناب علی ارشوه که نقطه وارد است و اعتراض وارد است و من حیث یک فرد افغان، من حیث یک وکیل عظیما به تحیر هستم و این ما را اذیت میکنه جدا، مثل که جناب شما را اذیت میکنه، ما را اذیت میکنه و هر افغان را اذیت میکنه. باید راههای را بسنجیم بالاخره چیزی که شده شده که چی گونه میتوانیم که از این انسداد ورزیده شود. حالا فکر میکنین که نخستین و جدیترین بحث نباید همین باشه در نزد نماینده ها که ابتدا و این اتهامات و شایعاتی که وجود داره پایان داده شود، یا اینکه شما نشان بدین که کدام نماینده در فساد غرق است و اینکه بگوین که اصلا فسادی وجود نداره؟ یکی از موضوع ها جدی تر ای باید باشه، لیکن بازم لاچار ولا گزیر باید بریزیم کمپین کنیم، چرا که بازم پارلمان است، دموکراسی است، هر کس رای خود داره و هر کس رای خود دفاع میکنه و به یک شیء و آوردن و برای او تلقین نمودن و برای او فهماندن و نظر جنابان عالی عام از خواهران برادران که به یک نتیجه منطقی توسط لایحه اخلاقی در داخل پارلمان باید یک کار بشه. اگر دل ما میخواهد که باید دیروز میشد، سال گذشته میشد، لیکن هر چیز زودتر شروع شود، بازم ما میگیم که وقتتر خواهد بود. با تاسف باید بگیم هر چقدر که جلوی نقصان گرفته شود بازم بهتر است از اینکه بی‌سر و بی‌پایان بماند. بسیاری ها مطرح میکنن ضعف هیئت اداری را به عنوان گرداننده های اصلی مجلس. بپذیرین که ضعف جدی وجود داره در هیئت اداری مجلس؟ انصافا قطعا نه، به این خاطر که این اجنده را این هیئت اداری که 4 نفره خدمت جناب عالی عرض کردم، این 2 هفته میشه یا 2 نیم هفته میشه یا 3 هفته میشه علل اکثرش اینجا در خدمت مجلس هستن و این نقطه را بعد از گذشتن 4 ماه یا 1 سال اگر کارهای جدی صورت نگرفت و واجه مجلس تغییر نکرد، باز این مسئولیت ما میپذیریم. لیکن ما چگونه میتوانیم که خدمت شما باز مرد شما پرنسیپ حقوقی که حالت اصلی براءت ذمه است، چطور میتوانیم که هیئت اداری در ظرف امی 2 هفته چیزهایی که به میراث برده این جوابگوی عظیمی؟ ولی زمانی که یک چنین بحث 4 ماه به طول می انجامه و پایانش هم این که تمام وزرا دوباره به خانه هایشان و سر کارشان میرن، این نشان دهنده یک ضعف جدی نیست؟ نه، من شما میگی که بحث جدی در هیئت اداری 3 هفته و 4 نیم ماه فرق داره. اجندا از وقتی سابق آمده و به ما به میراث آمده و به ما سپرده شده، کاری کردن نمیتونست الا که باید پیش بریم و به زعم پارلمان پیش بریم. چون که حالا بسیاری رئیس مجلس را نشانه میگیرن که ضعف جدی در رئیس مجلس هست، نمیتونه به عنوان گرداننده خوب باشه تا وقتی که ما هستیم. مثلا یک نمونه امروز زمانی که
نماینده ها ریختن به صحن مجلس. رئیس مجلس گفت که اگر شما به جایتان نرین مجلس را عملا خاتمه دادم اعلام میکنیم. که در این راه حل است فکر میکنیم؟ هر کسی که اوجه درور کرسی امروز نشسته می بود فکر میکنم که جلوگیری از ریزش اعضای محترم پارلمان به میشی و که بود شاید مشکل تر می بود. ولی در ابتدا میتونست رئیس مجلس که اعلام بکنه که کیا موافق آمدن این وزرا است، کیا نه، که بعدا از استفاده کرد از دیدگاهی که در مجلس مطرح شد. ما بازم میگیم و به بسیار صداقت و به بسیار وضاحت خدمت جناب عالی عرض کنم که ما رئیس مجلس بخصوص در امروز ما هیچ وقت ملامت کرده نمیتونم. به چه دلیلی؟ به خاطر که پارلمان است، جلوی هیچ کس کس گرفته میتونه، تدابیر انضباطی سر هر کس که به ده ها تعداد ده ها اعضای محترم پارلمان بخیزه و و و احساسات خود توسط حرکات فیزیکی یا تحرکات دیگه نشان بده، رئیس مجلس با عنوان که یک کسی در روی کرسی بالا شسته پس دیگه غیر از این چی کرده میتونه که او بیچاره هر چی که گفت 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 کس گوشته گرفت و وضع به اینجا کشیده شد. حالا ابتدا نماینده ها به صحن مجلس ریختن، بعدن رئیس مجلس اعلام کرد که باید کیها موافق هستند که چهار وزیر بیاید کیها نه. خدمت جناب علی اینقدر وقتم برای جناب رئیس مجلس نداد. اگر این وقت فرصت برش میداد و گفتم که صدایش نشنید. ما و باز میگم با همه شما تایید میکنین که زورگویی در مجلس جریان داره از سوی نماینده ها در پارلمان ها، همچون بیشتر پارلمان ها دنیا، یک ذره شاید در پارلمان زیاد ما زیادتر باشه که زورگویی و یعنی کنترل از حرکات خود کمتر است در پارلمان ما. به این عبارت که اگر خدمت شما عرض کرده بتانم. آقای یاسینی، اتهاماتی بر خود شما هم وارد کردن برخی نماینده ها، گفتن شما برای این وزرایی که حالا نباید استیضاح شوند کمپاین کردین. شخصیت ما معلوم است، شخصیت وزران معلوم است، ماضی ما معلوم است و انشالله العزیز با تمام احترامی که بعضی دوستا وکیل شبا در درون پارلمان یا بیرون پارلمان اگر این قسم یک فکر دارم، تمام احترام به او، یک چیز خدمت جناب علی و تمام ملت خود که لله الحمد لله الحمد در هیچ مسئله، در این معامله، نه در غصب زمین، نه در رشوت، نه در تعیین قماندان ها، نه در تعیین رؤسای گمرک، در هیچ چیز، در هیچ معامله، در هیچ قرارداد و در هیچ زورگیری و اکستورشن که میگه که بزور از وزیرا پول میگیره، در هیچ چیز لله الحمد تا حال نه هستم و نه خواهد بودم و ما فقط مدافع خاک خود هستم، مردم خود هستم و شورای خود هستم. اون تصمیمی را که روز چهارشنبه شما در سمت ریاست مجلس قرار داشتین، گرفتین که 104 رای باید برای رد وزرا بیاید. بسیاری ها میگن پیش از این که حالا مشوره شود که این سقف از رای گذاشته شود، شما پیش از این که از نماینده ها بخواین این تصمیم را شخصی گرفتین و این به دلیلی که حالا این وزرا باقی مانده. دو سه دلیل بود. اول امیرای که به صندوق بره یا نره. بله. وقتی که این به صندوق ای صدری شد، این مخالف تمام موازین قانونی بود. رای باید بررسی می شد. این بررسی بودن رای صدری اصلا بررسی بودن از بین برد. این ما به میراث برده بودیم از فصل سابقه. یعنی از 4.5 ماه پیشتر ما ایره به میراث برده بودیم. یک نقطه چرا در مورد این که سوال اساسی اینجا بود، چرا در مورد این که باید معیار اکثریت ساده باشه و یا 50:1 در مورد این ابتدا رای گیری نکردین که رفتین مستقیم صندوق گذاشتین؟ نه، این خو معلوم است که 50:1 باید باشه و 50:1 دستل به اعتماد. حالا دو وزیر که پورا نکردن 50:1 را برای در قانون اساسی بگیم، یعنی در عالم سر جنجال بر سر وزرای اقتصاد و انرژی و آب که بر سر این مسئله بروز کرد. ما فقط خدمت شما عرایی داشتم و عرض من می بود که روزی که این تصویب می شد که رای که به صندوق رفتن باید رای سری باشه، در اون نوشته است که رای عدم قناعت است، یعنی عدم قناعت باید 50:1 پوره کنه. این در متصویب در مصوبه و در متصویب نوشته بود. از این خاطر ما این را که چون مطابق لایحه داخلی اصول وظایف داخلی بود میبخشن، این چیز با وضوح نوشته است که رای 50:1 رای است که با عدم قناعت میره. یعنی چیزی رو ما جان خود نکردیم. دو وزیر نتوانستن که این رای را 50:1 را پورا بکنن. در این حالت چی؟
ما خدمتتون گفتم. حالا گفتن شما اقلیت را در نظر گرفتین اما اکثریت را از نظر انداختین. ما خدمت شما بگیم، خدمت شما بگیم. رای سفید و باطل اقلیت و اکثریت او را اصول میمانه. یک نقطه. گفتن که در این حالت البقاء ما کان علی مکانه یک پرنسیپ فقهی و یک پرنسیپ حقوقی است. غیر از این ما نس داریم. نسی است که پارلمان محترم امو وقتی امی تصویب را میکرد که رای عدم قناعت و قناعت باید سری باشه، این چیز با وضاحت در او نوشته است که باید رای عدم اعتماد را پورا کنه که او 50 جامعه یک است. آره چون یعنی چیز وضاحت نداشت. وضاحت 100% داره. 100% در او قانون در او ماده و آره بیشتر شما استناد کردین که 50 جامعه یک را باید پورا بکنن برای ردشان که چون این چیز را پورا نکردن پورا نکرد. دو وزیر یعنی این یک چیزی است که نس بود، ما از نس دیگه کاری کردن نمیتونستیم، یعنی نس بود نس بود. ولی همین سوال اساسی همین جا بود که شما را متهم کردن که برای وزرا کمپاین میکنین و آقای همایون رئیس کمیسیون امور دفاعی عملا روز چهارشنبه اینجا در فراخبر مطرح کردند که شما برای وزرا کمپاین میکنین و پیش از این که باید این معیار 104 رای را میگذاشتین اینو مشوره میکردین. با تمام احترام به آقای همایون که دوست صاحب است، یک عضو پارلمان بسیار خوب و عزیز ماست، من میگم که او از این قانون خبر نداشت و این چیز را نخوانده بود و فکر میکنیم که تا الحال و از تریبین شما ازش خواهش میکنیم که لطفا این چیز یک دفعه بخونه که اوجا نس نوشته است که رای عدم قناعت باید 50 در جمع یک باشه. حالا با رای گیری امروز و گذشتن 11 وزیر به سادگی از این فلتر، امید خود شما هم از پارلمان سلب نشده آقای یاسینی به عنوان یک عضو مجلس و عضو هیئت اداری؟ تاریخ در آب است، امید ثمری است. امید ما کمتر شده و در می فرازها و نشیبا اگر ما دست مش پیخند باشیم و ایره بگذاریم و ایره کنترل نکنیم و کار نکنیم، این مسئولیت به اعناق و به گردنهای ما و شما میمانه. ما تا روز اخیر کوشش خود خواهد کردیم، وکیلای دیگر کوشش خود خواهد کرد، لیکن فعلا حالت منفی است. خب چگونه میشه به حالت مثبت تغییر پیدا بکنه؟ بحثای جدیتر حالا روبروی مجلس هست، بحثای جدیتر باید بحث قانون انتخابات باید بر خود جدی امرای صورت بگیره، به تساهل و به اخفال این موضوعات را نفهمیم نمانیم، باید قبل از قبل برشان سرش فکر شوه. هر اجندایی که به مجلس میایه باید اجندای پخته بیایه. این اجنده را کی تهیه میکنه؟ کمیته رؤسا و کمیته رؤسا از جمله هیئت اداری که خیلی صلاحیت دارد و اصلا و ما اگر از جریان داخل هیئت اداری در روز که چی واقع شده و ما چی گفته بودم، اگر بگیم انصاف گویی خواهد باشه، لیکن ما مخالف این نظر بودیم و این نظر شخصی یک وکیل است، این نظر ما منهج نایب پارلمان نیست. حالا کی تاثیرگذار است روی کمیته رؤسا و هیئت اداری که باید این اجنده ها این گونه هر وقت ببینید دموکراسی کثرت گرایی است و این رو بپذیریم که هر جای صداها زیاد شوه او میبره، نظرش خوب باشه نظرش بد باشه، اونجا صداها زیاد شد و ما باید فیصله های مجلس قبلی، مجلس محترم قبلی و هیئت اداری محترم قبلی را باید تعقیب میکردیم. در کدام مورد؟ حالا در این مورد 11 وزیر که مجلس عملا ناکام ماند و کار به اینجا رسید که حتی خود نماینده ها مطرح میکنند که پول رد و بدل شدن. چاره نبود، چاره به خاطر نبود که اجندا آمده بود، یک فیصله بود که ما در عمل مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم و بیشتر از این دیگه چاره ای نداشتیم الا که به تالار می آوردیم و سرش همین پروسه را تایید می کردیم. اگرچه شخصا باز میگم من هستم یک وکیل و یک فرد افغان، من مخالف این کار به می شوم به می وشه و به می سیستم بودم. حالا در مورد چهار وزیری که در سال 90 با این سمت ها نبودن، جنجال تا جای پیش رفت که برخورد فیزیکی میان دو نماینده صورت گرفت. در آخر کار این چهار وزیر حتی اجازه نیافتند که به صحن مجلس بیاین بشینن و پاسخشان را بدن. بازم نظری وکیلا بود و ما فکر نمی‌کنیم این یک افتضاح جدی است. حالا سر این قضیه تا برخورد فیزیکی هم مجلس پیش رفت، اما در آخر اینها را اجازه هم ندادن که حضور پیدا بکنن. خدا نکنه، لیکن در بودن پارلمان ها و در موجودیت دموکراسی این چیزها را باید ما توقع داشته باشیم و خدا نکنه که دیگر این به کثرت تکرار شود، لیکن این ما و شما ردم کرده نمیتونیم که شاید دوباره این چیزا واقع شود در پارلمان ما و شما. سپاسگزارم میرویس یاسینی معاون اول مجلس نمایندگان از حضور شما. و به نوشته روزنامه گاردین، فیدل کاسترو رهبر بازنشسته کوبا در اولین نوشته خود پس از 9 ماه که در روزنامه رسمی گرانما و چند رسانه دیگر این کشور منتشر شد، نسبت به تأثیری که جنگ اتمی میتواند در آسیا و فراتر از آن بگذارد هشدار داد. وی نوشته است: هاوانا به اتحاد خود با
با پیونگیانگ ادامه می‌دهد، اما نسبت به اقداماتی که کره شمالی انجام می‌دهد این کشور را مورد انتقاد قرار داده است. فیدل کاسترو می‌نویسد نباید این مسئله را فراموش کنید که چنین جنگی بر بیش از 70% جمعیت کره زمین اثر می‌گذارد. رهبر سابق کوبا با انتقاد شدید از دولت واشنگتن نوشته وظیفه اجتناب از جنگ بر عهده اوباما و مردم ایالات متحده است. در صورتی که جنگ بروز کند از اوباما تصویر شرور و منحوس در تاریخ خواهد ماند. با این حال کاسترو این اوضاع را عجیب و غیر واقعی خوانده و در ادامه نوشته است جنگ اتمی باعث صدمه و آسیب وحشتناک به مردم دو کوریا می شود و هیچ سودی در پی نخواهد داشت. فیدل کاسترو با اشاره به بحران موشکی کوبا نوشته است از اکتبر سال 1962 میلادی که جهان در آستانه جنگ اتمی قرار داشت و در نهایت با پذیرش درخواست جان اف کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا از سوی کرملین این بحران خاتمه یافت. در همین حال تحلیلگران میگویند لفاظی‌های اخیر دولت پیونگیانگ احتمالاً منجر به پذیرش کره شمالی، اجبار واشنگتن به انجام مذاکرات و حمایت از کیم جونگ اون رهبر جوان کره شمالی خواهد شد. سپاسگزار از همراهی شما هم. خدا نگهدارتان.